خب من میخوام اینجا این کلیپ رو انتخاب بکنم و به تایملاینم اضافه کنم. برای این کار خیلی راحت میتونم کلیک بکنم و درگ از شروع اونجا که دوست دارم تا مثلا اینجا. و حالا برای اضافه کردنش میتونم این رو درگ بکنم پایین، یا اگر هم دوست داشتم میتونم ای رو بزنم. دقیقا همین کار رو انجام میده. اگر شما اینجا دوست داشتید این انتخابی که کردید رو یه ذره اضافه تر بکنید، به طور مثال تا اینجا رو انتخاب بکنید، میتونید شیفت A رو بزنید و دقیقا نقطه انتهایتون رو میاره اونجا. اگر فرضا من اینجا رو بخوام شیفت A رو بزنم، برش میگردونه دقیقا و کوتاه‌تر میکنه کلیپ رو. پس نقطه شروع شما ثابت میمونه، نقطه پایانی شما با شیفت A تغییر میکنه. اگر هم شما شیفت رو با راست یا چپ بزنید اضافه یا کم میکنه. اگر پلی هد شما جای دیگه ای باشه و شیفت و راست و چپ رو بزنید، یه همچین اتفاقی میفته. مثلا اگه پلی هد من اینجا باشه، شیفت راست رو بزنم تا دقیقا پلی هد من رو انتخاب میکنه. اما اگه پایین باشه، طبیعتا همونطور که دیدید میاد و به اینجا میچسبه و از اینجا شروع میکنه به انتخاب کردن. اگر هم تو شرایط عادی باشه، یعنی یه همچین حالتی داشته باشه، پلی هد من خیلی نزدیک به اونجا باشه که با چپ، یعنی شیفت چپ و شیفت راست میتونم کلیپم رو کم یا زیاد بکنم، که مثلا ممکنه من تا اینجاش رو الان دوست داشته باشم. حالا ممکنه من یکی درگ بکنم پایین و اصلا اولی رو پاک بکنم. اگر هم خواستید این تیکه که انتخاب کردید رو ببینید، میتونید این دکمه اسلش رو روی کیبوردتون بزنید یا پلی سلکشن رو بزنید و همون کار رو انجام میده. اگر بخواید هی هم پشت هم تکرار بشه و لوپ بشه، میتونید بیاید از اینجا لوپ سلکشن رو بزنید. که خب طبیعتا تکرار میشه. اینم باز من میتونم بذارم اینجا. حالا اگر شما دیدید این فرایند انتخاب کردن و این حرکت براتون یه ذره سخته، یه ابزار دیگه هم هست که مخصوصا برای کسایی که با رافکات یا یه تدوین اولیه آشنا هستن فکر کنم خیلی براشون کارایی داشته باشه، این ابزار هست. شما اگر اینجا چیزی رو انتخاب بکنید، مستقیما به خود تایملاینتون اضافه میکنه. یعنی مثلا من اگر از اینجا تا اینجا رو بخوام انتخاب بکنم، میتونم مثلا این ابزار رو انتخاب بزنم، بلافاصله خودش ببخشید اگر انتخابش بکنم، البته یه سلکشن چون دارم بعد چیز خاصی اینجا سلکت نباشه، چون سلکت هست این کار رو انجام نمیده، ولی اگه خودش رو الان انتخاب بکنم به عنوان ابزار و بیام بگم خب از اینجا رو میخوام اضافه کنم به تایم لاینم تا اینجا، بلافاصله خودش این اضافه میکنه. یا مثلا بعدش از اینجا تا اینجا دیگه همینطور شما میتونید از این ابزار استفاده بکنید و دونه دونه برید تا انتها. همونطور که خدمتتونم گفتم، میتونید با انتخاب کردنش هم این کار رو انجام بدید و ای رو بزنید و باز دوباره همینجا میادش. اینجا من این یکی آیکون رو میزنم برای کسی که کار تدوین کردن، طبیعتا خیلی این آشناتر هست، تقریبا تمام نرم‌افزارهای تدوین به این صورت نشون میدن تصویر رو. اگه دوست داشتید میتونید دوباره این یکی رو بزنید، ولی خب من فکر کنم با این یکی راحت تر باشم. یه نکته دیگه هم در مورد تدوین اینجا وجود داره که اینم فکر کنم خیلی مهم باشه. شما اگر اینجا به جای اینکه کلیک و درگ بکنید، مثلا به جای اینکه اینجا من یه تیکه رو انتخاب بکنم، من فرضاً این قسمت رو، به جای اینکه من اینجا حالا کلیک و درگ بکنم، اگر من کلیک بکنم یه اندازه حد اقلی رو خودش انتخاب میکنه که 4 ثانیه هست. یعنی اگر من بیام اینجا ای رو بزنم، شما میبینید که 4 ثانیه رو خودش اضافه میکنه. اما چرا 4 ثانیه است؟ چرا مثلا این زمان پیش فرض من 2 ثانیه نیست؟ شما برای تغییر این میتونید بیاین توی پرفرنسز، توی قسمت براوزر، و اینجا به شما میگه clicking in event browser selects، یعنی هر بار که شما اینجا یه تک کلیک بکنید حداقلی که انتخاب میکنه 4 ثانیه است. میتونید بکنیدش مثلا 3 ثانیه یا 2 ثانیه یا هر عددی که خودتون دوست دارید. سقفش 10 ثانیه است، حداقلش 1 ثانیه است. من اینجا همون 4 ثانیه میذارم باشه. اگر خواستید به جای اینکه این کلیک کردن شما سلکت بکنه این کلیپ ها رو و
در واقع یه قسمتی ازشون رو انتخاب کنه، کلشون رو به جاش انتخاب بکنه، میتونید این clicking in event browser selects entire clip رو بزنید. حالا دیگه اینجا نیاز نیست شما با کامند روی کلیپ هاتون کلیک بکنید و کلشون رو یه ضرب انتخاب میکنه، به طور مثال اینجا یا حالا هر کدوم از اینها رو که من بخوام، باز دوباره همین اتفاق میفته. این برای زمانی که شما میخواین یه سری کلیپ رو انتخاب بکنید و حالا منتقل بکنید به ایونت های مختلف، یا از این کیوردز استفاده بکنید، میتونه خیلی به کمکتون بیاد. این کلیکینگ این ایونت براوزر دی سلکتس آل هم که من فکر کنم یه خورده راستش رو بخواین عنوان بدون مصرفی هست، چون فقط همه چی رو دی سلکت میکنه. من معمولا میذارم رو همین عنوان باشه و اگر احیانا کاری داشته باشم با کامند کلیپ هایی که دارم رو انتخاب میکنم. اگر به طور مثال من خواستم میتونم بیام اینجا، حالا اگر خواستم از اینجا به بعد انتخاب بکنم یه تک کلیک بکنم، حالا فرضاً اگر خواستم تا اینجا رو انتخاب بکنم، حالا میتونم شیفت A رو بزنم همونطور که گفتم خدمتون و بعدش هم